خیلی خوب، منتظرشیم بیان بچه ها یا ادامه بدیم چی؟ موافق این نیستیم چی کنیم؟ به نام خدا. آنچه گذشت جلسه پیش برگشتیم راجع به این صحبت کردیم که دی بی ام اس چیه، دقیقا کسایی هم که باید باشن نیستن، دی بی ام اس چیه و چرا ازش استفاده میکنیم، نرم افزاره که سرویسی هستن چی هم خبر نداریم. شما چرا بچه ها نیومدن؟ بسیار. نرم افزاره سرویسی چی هم جلسه قبل بحث کردیم چی هم؟ نرم افزاری بودن که یه خدمت ارائه میکردن بدون جی او آی بودن و کامن لاین. آره همیشه معمولا بالان. و جلسه قبلی شما نبودین؟ سلام سلام. جلسه قبلی بودین شما؟ آره. آها سه جلسه است. خب بسیار. در رابطه با فچ کردن از MySQL گفتیم، یا همون سلکت توی PDO بهش میگیم فچ. یه وایر فریم زدیم، الان میشناسیم وایر فریم یعنی چی؟ یه ERD هم گفتیم. فرق بخشی سوال پرسیدیم ERD چن مدل چن ERD باید جلسه قبل یه بار مرور کنیم. کی میدونه فرق پروتوتایپ و فرق پروتوتایپ و دارن میدونن بچه ها که برسن و دیدم دوستان فرق پروتوتایپ با وایر فریم و MVP چیه؟ پروتوتایپ سلام وایر فریم و MVP وایر فریم رو کاغذیه، مکانیکا بهش میگن اسکچ. خب همچنین اسکچ یه کاربردهای دیگه هم داره، مثلا رصدگرای آسمان یا نظامیار هم به طرحی که از یه ساختمان بردارن که بگه دوربین فلانجاست 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 به این هم میگن اسکچ. طرح لباس هم به طرحی که میزنن میگن اسکچ. یه مرحله قبلش دارن بهش میگن اتود. اتود موزیسیان ها به یک حرکت تکراری بالا رونده یا پایین رونده میگن اتود. حالا این کلمه ها هست بین همه علوم مشترکه، منتها در رابطه با سلام فردا روزی اگر رفتین با یه سرمایه گذاری، هولدینگی، گردن کلوفتی، فنافی، کسی صحبت کردین در جریان باشه. خوبیم؟ سریع بشین. وایر فریم همین خط خطی هایی که کردین با خودکار و اینا. پروتوتایپ یه نمونه اولی هست که با این دیزاین ادوب XD یه چیزی که شکلش آدمای پرت و مشتری نهایی راحت باش ارتباط برقرار کنه ما میگیم پروتوتایپ. یک مرحله از این جلوتر که پیاده سازی شده واقعا شکل محصول نهایی رفتار میکنه بهش میگیم MVP. منتها MVP کد نویسیش آب گوشتیه، محصول همین جوری سر هم شده آمده بالا، صرفا میخوایم قابلیتاش کار کن بهش میگیم MVP. خب وقتی MVP تمام شد بهش میگیم یه پروداکت، یعنی محصول نهایی بعد از MVP در میاد. برای سایت های بزرگ، اپلیکیشن های بزرگ یه نسخه بتا ارائه میشه که بتا بعد از MVP. درست شد؟ بتا بعد از MVP، آلفا بعد از بتاست و محصول نهایی که ریلیز، استیبل ریلیز بهش میگیم، آخرین نسخه از محصول. بتا با MVP چه MVP موقعی که شما میخوای سرمایه جذب کنی، میخوای بری با سرمایه گذار حرف بزنی، سرمایه گذار میگه یه اپی ساختی مثل توییتر چقدر خوب،
بده رو موبایل باش کار کنیم ببینیم چه حسی داره. حالا ممکنه تمش ایراد داشته باشه، لگ داشته باشه، لودینگش مشکل داشته باشه، بک اندش قول دادی با گو بزنی با پی اچ پی نوشتی، ولی من هیسل مجموع کار میکنه. و چیزی که تو ایران معمولا محصول نهایی حساب میشه همون ام وی پی. بعد میام رو نسخه بتا. بتا چیه؟ بتا اونیه که شما میدی به یوزرهای جان جانی تو عزیز گرامیت. یه سری هم میان ساین اپ میکنن میگن ما مشتاقیم که اولین نسخه نرم افزار مثلا ویندوز 10 بیلد فلان که در اومد ما اول داشته باشیم. مایکروسافت به آدما میگه خودمانی، اهل اندرونی، بهشون میگه اینسایدر. یعنی مایکروسافتیا اصطلاحشون اینه، اینسایدر پروگرام دارن. اینسایدرها کیان؟ اینسایدرها همون کساییان که بتاهای نرم افزاری مایکروسافت استفاده میکنن. میتونید خودتون هم ثبت نام کنید. مثلا ویندوز فون 10 که اومد من لومیا 720 داشتم، مثلا قرارم نبود در این لومیا 720 ریلیز بشه رو گوشی من داشتمش ویندوز 10. بعدش آلفا هست. آلفا چیه؟ آلفا اون نسخه ایه که برنامه نویسا دور هم استفاده میکنه، نایتلی ریلیز، موزیلا بهش میگه نایتلی. بعد یه نسخه استیبل ریلیزه، شما وقتی میرین لینوکس دانلود کنین یه LTS به شما میدن، یه نسخه بتا. و بتا همونی که به کاربر میده، LTS استیبلش، آلفا هم دست ما ها نمیده. بگذاریم برسیم به کوت امروز. این شعره رو کی شنیده از بوستان سعدی؟ دوبلور نداریم برامون بخواهدش. شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شمع گفت. میگه که این مدعی عشق کار تو نیست، که نه صبر داری نه یارای ایست. یه نازه ما داشتیم، کلیت حرفش این بود، میگفت ترامپ یا فکر میکنن یا خود ترامپ یا رابرت کیوساکی هم یه کتابی نوشته، عنوانش اینه، عنوانش مثل مرد فکر کن، مثل زن عمل کن. یه عنوان کتابش اینه. یه نازه ما داشتیم میگفتش که سماجت زنانه داشته باشین تو کار وقتی میخواین انجام بدین. دیدین یه چیزی میخوان دیگه نمیتونی از ذهنشان بکشی بیرون. آره با احترام به خانم جمع، ولی ویژگی مثبتیه. الان ما دقیقا میخواییم راجع به همین حرف بزنیم که اگر میبینین تو کد نویسی جواب نمیگیرین، دلیلش کاملا واضحه. قرار بوده 2 ساعت بشینی پای کد، بعد یه روب خسته شدی بلند شد. این واضحه. شما باید یه به قول بوکسورا اگه میخوای درد وارد کنی باید حاضر بشی درد بکشی. باید گاردتو بعضی موقع باز بذاری قشنگ یه دوتا مش بخوره تو صورت تا یاد بگیری چه شکلی باید کار کنی، باید حسش کنی. بعد یه سری چیزا هم هست. الان کیا فکر میکنن که ماها ترامپ که تحریم کرده ما بدبخت شدیم، فقیر شدیم اینا؟ چند نفر معتقدن؟ خب مرسی. بعد یه سوال تکنیکی، ترامپ چه چیزایی از ما تحریم کرده؟ ترامپ و امثال هم و اتحادیه اروپا چی از ما تحریم کرده؟ بگین بچه ها. مالی، نفت، ها. آره دانشگاهی همونو تحریم کردن، افراد همونو تحریم کردن، سیاسیون. خب ولی یه چیزایی تحریم نکردن. ماها در طول روز میتونیم به هم لبخند بزنیم، نمیزن. بعد از تحریم‌های ترامپ اتفاق افتاده. واقعا میگم مردم پکرن. وقتی تو خیابان میری با مردم حرف میزنی اصلا بی خودی یه بهانه گیر آوردن. آخه آبادانی پدرش مرد، گاخ جان 40 روز لباس مشکی. مردم ما یه دنبال یه بهانه میگردن ناراحت باشن، خنده رو از روی لبا بخوان جمع کنن. عرضم به حضورت که به هم انرژی منفی بدن. خب بهانه از اینکه تحریمیم مثلا روب شده کیلوی خدا تومن چه تحریمی از این قشنگتر. ولی خب یه چیزی الان دقت کنین، سر کلاس که میریم جلو یه بار از دید من ببینین کلاس رو. من چون فیس تو فیس این افتخار رو دارم که به همه نگاه میکنم، یه سری چیزا میبینم. بعضی موقع میشینم با خودم فکر میکنم، میبینم بعضی از چهره ها وقتی میخوای دقیق نگاه کنی میبینی که تصور میکنی که مثلا رئیس جمهور بعدی آقا باشه، میبینی کاملا به قیافش میخوره.
میگه که مثلا اون کسی که بدن شهر میخواد نجات بده یه خانم باشه کاملا به قیافش میخوره. کارآفرین بزرگ بعدی که میخواد بره جایزه نمیدونم دختر کارآفرین آسیا رو بگیره یکی همی بره، نمیدونم مردی که فردا میخواد نوبل ادبیات ببره یکی همی بره. یعنی کاملا وقتی با این دید نگاه میکنی به چهره ها میبینی کاملا شدنیه و این تنها دلیلی که نمیذاره اتفاق بیفته صرفا یه خود تحریمی که الان ما دوچارشیم، تحریمی از خودمون و ایزان پوسکولوف نبودن. لطفا چیزایی که در طول روز میتونین به بقیه انرژی بدین، جاهایی که میتونین مدعی باشین، نه به این معنی که سعدی میگه یعنی وقتی میبینی حالت خوب نیست الزامی نداره که بقیه بفهمن حالت خوب نیست، وقتی یه جا خسته شدی الزامی نداره بقیه بفهمن و از هر فرصتی برای داستان استفاده کنیم که یک نفر حداقل خوشحال نگه داریم در طول روز. خوشحال کردن دیگران هنوز تحریم نشده. خیلی خوب، بریم روی اولین درس این سشن. من نشانت هم میدم. سلام. اتفاقی که افتاد در طول امروز صبح تا الان، از امروز صبح تا الان چه اتفاقی افتاد بچه ها؟ من فیلمش رو ضبط کردم گذاشتم داخل گروه، شما هم داخل گروه کیبیس ماوس شین. فیلمش رو گذاشتم داخل گروه، در طی 2 ساعت با همون چیزایی که توی جلسات قبل یاد گرفته بودیم من کوکو رو تکمیل کردم. کاملا پدیده‌ای که الان خواهید دید کار 2 ساعته. اتفاق خاصی هم نیفتاده ها، صرفا میخوام بگم کار 2 ساعته، یعنی حالا کم زیاد زشت زیبا هر چی که هست کار 2 ساعت. میخواد نیاد بالا دیگه، 401 که چرا داریم ده. آها خب، اولی که یه فرم لاگین داریم، پسوردش هم یادتان باشه سشن قبل حسن و اسقر و اینا رو درست کردیم، یه ادمین 123 درست کردیم و آره ساینین شد الان. این باگاشه که ساینین میشه بر نمیگرده الان رو هومپیج، خب باید برگرده. و خب وقتی برمیگردیم اینجا داریم میبینیم که یه قابلیت برای توییت کردن یا کوکو کردن یا هرچی داریم که اینجا میتونم بنویسم سلام و اینجا از طرف من پست بشه. خب بیام لاگ اوت کنم از طرف یه یوزر دیگه، اینجا یوزرهای دیگه من چی بود؟ یوزر پسشان یوزر حسن بود با 3-2-1. خب بیام از طرف حسن 3-2-1 ساینین کنم، ساینین شد، برگردم اینجا و بگم که حال شما چطوره. خب سند کنم و حسن گفته که حال شما چطوره. خوب شد. اینها یه سری اتفاقات. الان اگه کیبیس بازه پول کنید پروژه ها رو که کد داشته باشین، چون من پوش کردم. ببینید که کد پروژه چیه، اگر میشه کد رو بیارید که راجب بعضی از اتفاقاتی که باید سر کلاس کاملتر گفته میشد نگفتیم. من بعدن لیست گرفتم دیدم اینا کم بوده، الان توی اسلاید ها میخوام بگم که چی شد که این برنامه کار داره میکنه. لازم به ذکر است اگر که پروژه کوکو رو داخل آپاچی داخل دبلیو روت پول کنید، کلون کنید، رو لوکال هاست میبینیدش، به شرطی دیتابیسش هم چی کنین؟ بیارید بالا. آره که کد دیتابیسش هم گذاشتم، بذاریم من یه اکسپورت ریزی از دیتابیسش بگیرم که دیتابیسش رو بدم بهتان. این هم اگه کسی گفت به من دیتابیس بدین این شکلی میدین. نگاه دیتا رو نمیدیم چون سنگین میشه دیتابیس، فقط استراکچر آمدم روی منوی اکسپورت، دیتابیس انتخاب کردم، اکسپورت گذاشتم روی کاستوم، دیتا رو برداشتم، به میگن فقط اسکیما. بعد یه همچین فایلی به هم میده که من کل کدش رو کپی کنم بیارم بذارم داخل ویژوال استودیو کد. در نتیجه شما کد دیتابیس رو در پوشه داکس cuckoo.sql خواهید دید. من الان این رو هم آپلود کنم بیاد. الان اگر که چیز کنید
پول کنید دیتابیس جدید رو هم دارید. کیا با پول کردن مشکل داره؟ یکی اونجا، شما چی؟ دکمه سینک که بزن دیگه روی ویژوال استودیو. ببین ویژوال استودیو باز میکنین، توی پوشه پروژه فایل اوپن فولدر میزنین، فولدر پروژه رو باز میکنین این شکلی، اوکی میدین، بعد این دکمه سینک که میزنید شروع میکنه آپلود کردن. خب کیا مشکل دارن با پول کردنش؟ کامندیش چی بود؟ کامندیش گیت پول. ریفندش چی بود؟ چه؟ هیچی دیگه پول میشه؟ فقط نباید تغییر میکرد داشته بکنم آدرس پروژه رو ندارید قبلن کدومش نکردیم کی بیس بگیر از کنم گیت هم این از کنم قبلن کدومش درمت پیدا نمیخواد بوشی که باشه gitscn.com git-scn.com خب شما شما موفق شدیم را کجا فیلم کردیم؟ تو دکومنت بسیار. ما جلسه قبل MySQL Fetch رو تمرین کردیم، یاد گرفتیم چجوری دستور سلکت بنویسیم و فایل ها رو بگیریم. من صرفا برای که کامل باشه این پاورپوینت که چرز کنم پریزنتیشن کامل باشه، شما بعدا یه اینا رو بتونین چند تا اسلایدی که داخلش کد هست رو به صورت فلشکارت پرینت کنین و داشته باشین جلو چشمتان. هر برنامه‌ای که تا الان نوشته شده چیزی خارج از این چند تا اسلایده نیست، یعنی کلیت همین هست. شما همین چند تا اسلایدی که توش کد هست رو برید فلشکارتی پرینت کنید، میتونین کامل یه اپ تا الانی که ما بالا آوردیم بالا بیارید. خوب شد؟ وقتی که میخوایم فچ بکنیم، فچ کردنه یه حلقه تکرار داشت که داشت هر سطر رو میخوند. من از روی کد نشانتا میدم، خودتان میتونیم بهم بگردین کجا فچ کردن داریم ما توی برنامه، کجا لیست کردن داریم. قسمتی که داریم آره هوم پیج، در نتیجه میام روی ایندکس. اینجا جایی بود که ما داشتیم چی میکردیم؟ داشتیم فچ میکردیم، داشتیم اطلاعات رو میخوندیم. یه حلقه تکرار داشتیم که میامد به ازای هر سطری داخل دیتابیس میامد مثلا یه مقداری رو به یه آرایه اضافه میکرد که ما بعدن بیایم این آرایه رو از اینجا که دارید میبینین این پایین ماینا اینجا
این آرایه رو بیایم بندازیم تو حلقه و چه کارش کنیم، موارد توش لیست کنیم. این از نوع فچ کردن من هم چه شکلی بود، می اومدیم سلکت رو می نوشتیم، کوئری اجرا می کردیم، ریزالت رو می انداختیم با یه تابع فچ، حالا یا فچ اره یا این فچش می کردیم. خوب شد. اینسرت مونتا اینسرت و آپدیت مثل سلکت نیست. فرق اینسرت و آپدیت با سلکت چیه؟ اینا آرگومان داره، ممکن تو بخوای بگی فقط مال فلان یوزره. نه دیگه، سلکت شما داری راو خروجی میگیری، داری آره داری ریزالت میگیری ازش. اینجا فقط یه ارور کد بهت برمیگردن اگر چی کرده باشی. در نتیجه باید بتوانی که بگی آیا خروجی این کوئری که من دادم درست بود یا نه. کی این فالس میشه؟ این وقتی انجام نشه. چرا انجام نمیشه؟ ممکنه مثلا دوپلیکیت باشه، ممکنه داپلیکیت باشه، ممکنه سینتکس ارور باشه، یعنی کدی که نوشتیم غلط باشه دیگه. چی؟ آفرین، کانسترینت هاش مشکل داشته باشه. شما بودین پرسین جلسه قبل کانسترینت چجوری انجام میشه. نگاه، کانسترینت رو هم ما تا اینجاش آمدیم، میان تو استراکچر اینو میذارین رو ریلیشن ویو. خب می نویسین اسم کانسترینت چیه، مثلا آن چیزی که باعث می شود پست فلان شود. اینجا اسمشو می نویسی، میگه کدام ستون می خواهی این اتفاق روش بیفته. بعد می یه ذره جلوتر میگی مثلا یوزر آیدی وصل به یوزر دات آیدی. خوب شد. این ریلیشنش این شکلیه و حالا یه سری اتفاقای باحال دیگه هم افتاد. بچه چه ایرادی داره الان این؟ با تجربه ترا دلم میخواد بگن الان ایراد این مدل اکزیکیوت نوشتن چیه؟ مشخصا این، نه اینی که ما اینجا نوشتیم. برای پست ما اکزیکیوت کردیم دیگه، درسته؟ ما برای پست اینسرت داریم، میام توی پست، این کد پست ماست، این کدیه که ما باش پست کردیم. مشکلش چیه؟ با تجربه تراب زودتر بگن چی؟ کار میکنه نه، یه ایراد MVPه، سخت نگیر. خب محصول فاینال ما نیست، آبگوشتی آمده بالا. بعد در هم بودنش هم هدف دارم، میخوام امروز اینکلود بگم، از قصد در هم نوشتنش. ایرادش چیه بچه؟ یه ایراد درست حسابی بگی. الان ما این اپ آپلود کردیم روی اینترنت، یه ایراد گردن کلفت داره، یه ایراد فاجعه، یه سیاه چاله امنیتی داره. این یوزر این پسوردی که بالا گذاشتیم نه، اونم سرور سایده، اونو کسی نمیبینه. کاملا واضحه ها، توضیح میدم توی خط هست. چی؟ آخرش که مخفی شده. نه، این مشکلش چیه؟ بیاین، یه معلم فیزیک ما داشتیم میگفت هر وقت میخواین یه فرمول فیزیک بفهمین چه شکلی کار میکنه یا یه فرمولی که به دست آوردین تست کنین، بیان یه بار صفر بدین بهش، یه بار مثبت بی‌نهایت، یه بار منفی بی‌نهایت، ببینین چه اتفاقی برای این تابعی که درست کردین میفته. الان ما چه مقادیری میتونیم به این پست یوزر آیدی و تکست بدیم؟ دست ماست دیگه، پوستر داره اما میگیره، درسته؟ با یه یوزر دیگه پست بده. آفرین آفرین، یکی بعدی. این خیلی هکر مؤدب و منظمیه که مثلا طرف یکی دقیقا دیروز اکانت توییتر آقای جک دورسی مدیر عامل توییتر هک شده، از طرف جک آمده فوش داده به سیاه‌پوستا، مردم هم رفتن لایک کردن، ری توییت هم گرفته. جالب، آمریکای متمدن. خب ما ایراد سنگین تر بگیم،
پست اگه نال باشه نه رو دیتابیس هندلش کردیم، مشکلی نیست. خوب شد. ببین الان سه تا دو تا ولیو های نادرست در آوردم بچا. سومین ولیوی نادرست چیه؟ یه بار مولانا میره در خانه شمس میزنه، خب به قول خارجی ها ناک ناک ناک، کیه؟ مولانا برمیگرده میگه منم. شمس در باز نمیکنه، میره برمیگرده. خب اینم خیلی خاطرخواه شمس بوده، میره برمیگرده دوباره میاد در میزنه، ناک ناک ناک، کیه؟ منم. باز نمیکنه، میگه خدایا چه کار کنم این در باز کنه. میره در میزنه این دفعه، شمس میگه کیه؟ میگه تویی. خب در باز میکنه براش. این قصه خیلی خیلی معروفه که میگه تویی و هیچ کس جز تو نیست و یه چی میگن غزلی داره. حالا مشکلش چیه اینجا؟ چی؟ مشکل اینه که من به جای مقدار بردارم به چی بدم؟ کد بدم. خب چند مدل اینجکشن داریم؟ این بهش میگن اسکیل اینجکشن. یعنی چی؟ یعنی نگاه کن این تکست دارین میبینین اینجا، من بردارم این مقدار تکست میخواد با مقدار دلخواه من جا به جا بشه دیگه، درست؟ اینه بردارم، نگاه کنم اینجا بیام اینه بذارم، اینه بر میدارم، یه چیزیه که یوزر اجازه داره بفرست. اینجا مینویسم این، یه دانه تک کوتیشن بذارم، الان ولیو بست، درسته؟ بعد اینجا بیام مثلا یه همچین شارپ بذارم، کد بقیهش میشه کامنت تو اسکیل. بیام اینجا هم پرانتزشو ببندم، البته اینم بذارم پرانتز ببندم، الان چی شد؟ کد سمت چپ دارین، سمت چپ کرسر قبل شارپ دارین، کد الان درست از نظر اسکیل، یعنی اجرا میشه، درست شد؟ مقدار من دارم میدم من یوزر. بعد اینجا بیام بگم دراپ دیتابیس کوکو، چی شد؟ یعنی دیتابیس طرف پوکاندم. با چی؟ با یه به جایی که توییت کنم برمیگردم اینه میفرستم، دیتابیس میره رو هوا، کاملا هم شدنی. خب به حمله میگن حمله اسکیل اینجکشن. یکی از حمله هایی که الان دیگه اگر کسی واقعا این حمله رو داشته باشه مثل ما تقریبا عتیقه حساب میشه، چون پی دی او های جدید، او ار ام های جدید جلوی این داستان رو میگیرن. برمیگردیم به تریگر، بحث اسکیل اینجکشن پیش آمد. نگاه کنید این کد اسکیلی که ما نوشتیم بالا، خب آنی نوشتیم سلکت کن، اینه داشته باشین، این کد لاگینه، سلکت کن آیدی فرام یوزرز، ویر یوزرنیم باشه ورودی، پسورد هم باشه چی؟ ورودی. حالا ما میایم پسورد رو چی میدیم؟ میدیم یه همچین عبارتی، خب یا یک مساوی با یک باشد، یک مساوی با یک شرط همیشه درسته. سلکت خروجیش میشه این، سلکت کن آیدی از یوزرها، ور یوزرنیمشونی باشه که من میگم، پسوردش هر چی بود باشه اور یک مساوی با یک. پسورد غلطه، سلکت نمیکنه، ولی یک مساوی با یک سلکت میکنه. شما میتونی از طرف یه نفر دیگه لاگین کن، پیش میاد دیگه. خب بگذاریم، یک اتفاقی دیگه داره تو دیتابیس ما میفته. این اتفاقه از اون تیپ عجیمجی هاست که مثلا آدم بعضی موقع دیده کد نرم افزار دیگرانو میخوانیم، فکر میکنیم که یه چجوری نوشته اینه، این چه شکلی داره کار میکنه، مثلا کد نگاه میکنی نمیفهمی چجوری داره کار میکنه. نگاه من الان میخوام بیام توی SQL یه پاک کنم پست رو، اول delete from posts بفرستم پستا برن، که الان تو جدول پستایش خبری نیست، خالی خالیه. خوبه، میخوام میام یه پست بفرستم، میگم insert into posts، value هم چیه؟ یه تکست باید بهش بدم و یه user id، value هاشم میدم، تکست هم میشه سلام، value هم user id هم میشه یک. الان بچه من به این آیدی دادم، آره خواهش میکنم آیدی دادم، الان من به این آیا آیدی بهش دادم؟ آیدی یوزر است،
یوزر آیدی شده یک، تکست شده سلام. آیدی خود پستم که اوتو اینکریمنت نیست، آیدیش اوتو اینکریمنت نیست، آیدیش چیزه، آیدیش ورکر 36 اوتو اینکریمنت هم نیست. وقتی هم سابمیتش میکنم، آها دیت هم ندادم، سابمیت هم ندادم، مقدار سابمیت هم ندادم بهش دیگه. وقتی گو میزنم چه اتفاقی میفته؟ الان میام اینجا رفرش میکنم توی بروز، نگاه کن سلام فرستاد، سابمیت خودش زد، آیدی هم خودش زد. قابل توجه که اگر اینجا بیام یه یوزر آیدی فیک بدم هم سند نمی کن. یعنی دیتابیس من جامعیت داره، چه اپ باشه چه نباشه، جامعیت دیتابیس خیلی مهمه. چون یه دیتابیس داری ممکنه چند تا ای پی آی داشته باشی، پیش میاد که چند تا ای پی آی داشته باشی، ولی دیتابیس همیشه یکیه، باید خودش رو پای خودش وایسه. خب چه شکلی الان داره اینو تولید میکنه بچه؟ از کجا داره میاد؟ کسی میتونه توضیح بده؟ کسی میتونه توضیح بده یک کجا داره میاد؟ ورکر 36 کاملا هم عادی، یکی هم ورکره، یکی هم ورکره، ولی این داره اوتوماتیک میخوره. این صفت شاید یه صفت مشتق شده ترکیبی هم نیست، نه، چون اگه ترکیبی بود باید تکراری میشد دیگه، همین ولیوها رو من دوباره میدادم تکراری میشد. اکی میخواد مشتق شد؟ سه تا کالم بیشتر نداریم که. خب چیه داستان؟ نظری ندارین راجبش؟ بگین. خب آها دوباره بگو. خب مونگو هر داکیومنتی که میسازه یه تگی روش میزنه، دست تو هم نیست، نمیتونی برش داری، نمیتونی بذاری بمانه، یعنی دست شما نیست، دست خودته. آره خودش نمیسازه، منم الان که خودم بذارم خودش نمیسازه. آفرین، الان این منطقی تر بود. کجاش گد زدم؟ فانکشن هست دیگه. فانکشن یکیشه، منتها فانکشن به عنوان دیفالت ولیو نمیگیره. ببین ما الان دوتا داریم، وقتی شما داری جدول میسازی میگی بیا یه ستون اضافه کن، create index، نه اینها، وقتی میاد یه ستون اضافه میکنه date time کار عجیب غریبی نبود، من صرفا آمدم اینجا گفتم current time، یعنی همین الان هر ساعتی هست، اینو بذار تو مقدار ولیوش بفرست بره. منتها حالت دیگه نداریم، از defined هم داریم که میتونی مقداری تایپ کنی که اگه خالی بود بنویس مثلا تعریف نشده، این اینو بنویس. خب ولی این تابه داره ران میشه، تابش هم چیه؟ تابش اینه، نگاه بیاین تو اسکیل بنویسین سلکت، توی چیز توی اسکیل سرور بهش میگن GUID، ما اینجا بهش میگیم UUID. سلکت کنی UUID یا همچین عددی بهت میده، همیشه هم یه عدد جدیده، نگاش کنیم تغییر میکنه، درست شد؟ مشخص هم هست که شبه رندومه، یعنی داره یه قاعده پیروی میکنه که اصلا ما چنین چیزی دوست نداریم، چون ممکن تکراری در بیاد، هرچند احتمالش در تئوری صفره، تقریبا نزدیک به صفره، منتها تکراری در میاد. خب چی بکنیم؟ این کجا آمده؟ جوابش میگم. یه چیزی داریم اسم تریگر، داخل اسکیل سرور هم داریم، داخل کلن اسکیلیا داریم، show triggers، تریگر ها رو نشان هم بده. بچه تریگر در انگلیسی به معنی ماشه است، ماشه که میکشی چیز عمل میکنه، منطقی به معنی اینه که ماشهش کشیده شده. وقتی که ماشه insert کشیده میشه، یعنی وقتی شما میای روی این جدوله، روی تیبل پست insert انجام میدی، این استیتمنت میاد ران میشه. گرفتین چیه؟ میاد آیدیش رو مساوی با یو یو آیدی میذاره. اینه تو فیلم هست،
دوباره هم برین رو تریگر خودتون یه مقدار کار کنین، الان هم میبینیدش. تریگر فوق العاده جذابن. اون چیزی که شما میگین استارت پروسیجر، اونا یه بحث دیگه است. استارت پروسیجر تابه، ما تابه مینویسیم میگیم به ترتیب اینا رو ران کن، منطقه این همیشه ران میشه چه از توی استارت پروسیجر چه خارج از استارت پروسیجر. این روی او ایونت اینسرت، ایونت دیلیت، ایونت فلان میتونید باش جدول لاگ کنید. کاملا خیلی کار عجیب غریبی میشه با تریگر کرد. میگم خیلی کارا میتونی بکنی، میتونی بگی وقتی که نیو یعنی رکورد جدیدی که داره اینسرت میشه، آیدیشه بذار یو آیدی. گرفتی چی شد؟ خب چرا؟ چرا؟ شما اسم ستونت اینجا می نویسی دیگه، اسم سر ستونت اینجا می نویسی، نیمشو بذار حسن، فرق نمی کنه، نیمشو برو سلکت کن فلان جدول بیار بذار، اصلا هر کاری می خواهیم بکنین اینجا شده نیه تریگر. اگر بخوام یه موقعی دیتابیس های بزرگی هم حتی بخواییم آیدی و ترکیبی درست کنیم، این روش جواب میده؟ آره جواب میده. چه خبره؟ اوکی گرفتین چی شد؟ نیو دات آیدی، اینه ها دیگه. نگاش کنین شیوه ساختن این تریگر هم اینجوریه، کرییت میکنم تریگر، اسمشه میذارم مثل کرییت تیبل، اسمشه میذارم قبل از اینکه اینسرت بشود، قبل اینکه اینسرت بشود برو برای هر کدام از اون راوهایی که داشتن اینسرت میشدن آیدیشه بذار یو یو آیدی. درسته؟ دقیقا همینه می نویسیم، اجرا میکنیم، اون میره روی اون جدوله. ببین اینم اسم جدولت میره اثر میکنه. آره عدده، یه مش کارکترن، یه مش کد اسکی پشت هم نشسته، چرا باید اوردرش یه چیز دیگه باشه؟ خب خب اوش ببین اوردر دیتا ایست دی بی ام اس ما نمیدونیم چه شکلی سلکت میکنه، ما فقط بهش میگیم سلکت کن، میره خودش سلکت میکنه، یه تیکش از این ور میاره یه تیکش از اون ور میاره، ما نمیفهمیم پشت صحنش چیه، ولی روی یه سیستمی مثل اسکلایت اینا ایندکس میشن. شما اینجا میتونی ایندکس تعریف کنی، بگی اینا رو مرتب ببر جا بذار، وقتی مرتب جا گذاری کنه شما میتونی چه کارش کنی، میتونی اوردر یک سلکت کنی، چون دقیقاً میره روش وای میسه دیگه، ایندکس شده. شما میتونی این ستون بشه. سوال خیلی سوال خوبیه. دیتابیس های بزرگ دیدین تو تلگرام وقتی باز میکنین یه دفعه شروع کنین اسکرول کردن، یه آزمایش یه بار انجام بدین تلگرام شروع کنین یه دفعه با کامپیوتر ها، چون با گوشی پدر گوشی خودتان در میاد، یا تلگرام سی ال آی شروع کنین سلکت های سنگین بزنین رو تلگرام، با سی ال آیش میتونین کد بنویسین دیگه، سلکت کنیم بریم بالای بالا، یه حدی میرسیم دیگه چیز نمیکنه، دیگه سلکت نمیکنه دیتاره. بعد فکر نکنیم فقط مشکل از ما هستا، الان نگاه، یعنی فقط تلگرام اینجوریه، نه الان توییتر رو نگاه کنی، بیام توی پروفایل لایکس نگاه کن، 8614 تا لایک انجام دادم. خب اینجا الان یه تعدادیشو داره نشان میده، میایم پایین‌تر، عجب جلال خالق نباید نشان میداد، قاعدتا نباید نشان میداد، ولی خب نشان داد زایمان که چقدر جالب. بیایم پایین‌تر، بیایم پایین‌تر، 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 چه باحال اصلاح شده واقعا، نباید میشد. ولی هرچی بیشتر جلو میریم بیشتر طول میکشه، بیشتر طول میکشه به خاطر سرعت نته، لود کرده ایم چیزایی لایک کرده. عجبا
حالا اینو بعدا نشانت میدم. بذارین یه حرکتی بزنم اینجا فکر کنم پیداش کنم سریع‌تر میجوریمش. دامیز اینها. اوپس. اینه. نگاه کن 10K لایک نشان میده خب بعد هیچ. دیدین چی شد؟ نشانت میده که 10K لایک کردی ولی هیچی برات سلکت نمیکنه. الان تازه اصلاح شده. ببین این مشکل من خیلی جاها داشتم. نگاه لایک ها رو خالی نشان میده ولی 10K لایک داری. مشکل چیه؟ مشکل اینه که 2 سال پیش توییتر اومد اتلاعاتش نزدیک 2 زتابایت بود. چقدر بود؟ توییتر مایگریشن تو گوگل کلود. سیصد پتابایت اطلاعات برداشت از رو سرور خودش برد رو گوگل کلود. خب بعد شما فکر کن این وقتی داره میگه من دیتام 300 پتابایت بوده مال سال 2018 است. 300 پتابایت دیتا یه یوزری مثل من میاد یه ربات مینویسه. این ربات هم که نوشته چه شکلیه؟ رباتی که من نوشتم این شکلیه که شما اصولا میای اینجا میزنی رو لایک، اینه میزنی میای اینجا، اینه قبلا دیدیم، میای روی کلیر توییتر لایکس میزنی شروع میکنه لایک های توییترت پاک میکنه. خوبه؟ بعد وقتی اینو دوبار چی کنه؟ رفرش کنی این هی میره بعدی. الان میبینی لایک هاش پاک شده ولی داره نشان میده. مشکل دیتا ویر هاوسش. خب برای که مشکل پیش نیاد که روز 300 پتابایت جواب نمیده میایم یه چیز درست میکنیم به اسم ایندکس رو جدولا. همین چیزیه که شما تو استراکچر میای اینجا میزنی کرییت ان ایندکس، میگی آقا این ستونه ترتیب داره، بعد از این اینه، بعد از این اینه، یه زنجیره ازش درست میکنی، مرتب میچینیش رو هارد دیسک، در نتیجه وقتی که دیتات گم نمیشه سلکت میزنی روی ترتیب درست حسابی نشانه میده. این سوال سوال خوبی. درس امروز یه کمی خشکه. بیسیک آتنتیکیشن بمونه یادم باشه بگمش. کوکی چیه؟ بذاریم چراغ رو روشن کنم یه ذره تعریف کنم. آفر این اتفاقی که تو سشن میاد سرور ما به بروزر این چیه؟ این هدره، درسته؟ هدر HTTPه. میاد تو هدر میگه برو فلان کس، برو ست کوکی کن، اسمش سشن کوکیه، سشن توکنه، در فلان تاریخ اکسپایر میشه. خب شما بهش میگیم این جمله رو بریم 5 دقیقه یادت باشه. بولت کلیده کارتون بولت. دیدین تیزپا؟ تیزپا رو دیدین؟
ندیدین یه جاش هست یه سگی توهم سوپر هیرو بودن داره، بعد خیلی باحاله فکر میکنه ابرقهرمانه. یه سگی تو هالیوود زندگی میکنه، تو آره هالیوود زندگی میکنه، یه دختری صاحب این سگ است، دختره بازیگره. بعد دیدینش؟ بعد این چون دائما تو جلوه های ویژه بوده، سگه توهم زده که واقعا قدرت داره، مثلا با سر میره تو ماشینا، ماشینا پرت میشن این ور و ور. این توهم زده که یه اتفاق واقعا سوپر هیرو این داستان. بعد یه قسمت هست دوتا گربه میان بالای سرش، دیدی؟ گربه میان بالای سر، دوتا گربه میان بالای سرش از طرف اون رئیس خبیثه که حالا اینم تو توهم خودشه، برمیگرده میگه ببین برو پیغام منو به رئیس خبیثت بده، شروع میکنه خواندن، یه دفعه گربه خیلی ریلکس برمیگرده، طولانیه. بعد سگه میگه چی طولانیه؟ میگه پیغامت طولانیه، تو حافظه من جا نمیشه، کوتاش کن. دقیقا کوکی ست کردن هم اون سکانس، برین ببینین، یعنی هر وقت کوکی دارین ست میکنین این سکانس بیاد جلو چشتون. برمیگردیم به بروزر میگیم بابا این یک کلمه هره برای یه روز ده روز یادت باشه، اون تیگه ریممبر می هست میزنی، اون ریممبر می چه کار میکنه؟ میاد اینه که به جایی که بگه تا چهارشنبه نگهدار، میگه تا چهارشنبه هفته بعد میگرد، یعنی اون تاریخی که داره میده الان میگه تا 9 ژوئن 2021، اونو میکنه توش تا 2022. ریممبر می یعنی به جایی که کوکیه تو یه هفته اکسپایر بشه، تو یه ساعت اکسپایر بشه، تو یه ماه اکسپایر بشه، و تیکی که میزنیم به ریمبر. یا یه سوال دیگه، سوال تکنیکی، شما دیدین وقتی تو سایت های درست حسابی میرین که سایت ها اعتقاد دارن شما انسانین و حق دارین از حقوقتون آگاه باشین، مثل نیویورک تایمز، مثل تایم دات کام، مثل دوست سایت های درست حسابی، دیده یه پیغامی میده هشدار این سایت داره کوکی ذخیره میکنه رو کامپیوتر شما، مشکلش چیه؟ کوکی ذخیره کردن مشکلش چیه؟ وقتی یه نفر از سیستم ما استفاده میکنه میتونه از همون کوکی استفاده کنه برای ارتباطش دیگه. خب نه، اصلا لاگین نمیکنه. الان شما تو time.com لاگین نکن، ولی زیرش یه هشدار انقدی میده که ما به حریم خصوصی شما این حرفا احترام میذاریم، خب کوکیاشو پاک کنم. به عنوان کوکی میشه چیزی روز ببین اینقدر سفری یه دفعه برات باز میکنه about your privacy on this site. خب نصفش راجبه چیه؟ اینجا دقیقا نیاورده که اصلا کوکی چه لزومی داره مردم بفهمن یعنی چی، ولی نگاه کن transfer your personal data to United States or other countries. این personal data چی هم که با کوکی میتونن منتقل شن؟ خبیث های جمع بگید ببینیم چی سر دارم گیریم. کوکی چیه؟ خب کوکی همون هدر است که ما دیدیم دیگه، یه جمله به ما میگه، ما دوباره همون دفعه بعدی به یارو میگیم، میگیم یادته من همونم هم که بهش میگفتی فلان کس، باش باش مثلا من سرورم، خب سلام کن، سلام از این به بعد خواستی به من سلام بدی بگو گل روز، حالا دوباره بیا سلام کن و گل روز. خب تو هم میتونی اینو بگی، ولی خب خب آره اوکی اینو میشه گفت، مشکلش چیه؟ فکر کنم اصلا فقط منم مشکلش چیه که هر دفعه میاد بگه سلام گل روز، مشکلش چیه؟ ببین به یه دو دلیل داره گیر میده، میگه transfer your personal data to United States, process your personal data، نگاه کنیه to serve you personalized ads. یه چیز باحال بهتون بگم، الان وقتی میان روی این سایت، کوکی هایی که براتون میفرسته 71 عدد کوکی فرستاده از سایت های مختلف، google.com، doubleclick.net، یک عالم شرکت مثل کمبریج آنالیتیکا. کمبریج آنالیتیکا رو چرا مارک زاکربرگ کشیدن دادگاه؟ مشکل کمبریج آنالیتیکا چی بود؟ فروش اطلاعات به کی؟ به کمپین آقای ترامپ. خیلی از سایت ها الان رو time.com دارن کار میکنن، سایت های آنالیز هم، سایت های هوش تجاری هم. اینا چه کار میکنه؟ وقتی که من دارم روی سایت حرکت میکنم میگم اوکی قبول دارم،
کانتینیو چی؟ داره ردیابی میکنه اه موسش آمد اینجا، اینا رو تو کوکیه مینویسه، اه موسش آمد فلانجا، اه موسش رفت به همونجا. چرا؟ چون بخواد هی چیز کنه، بخواد هی ریکوست ریسپانس کنه طولانی میشه، همه رو میاد تو کوکی ذخیره میکنه. خب بعد من الان مثلا میام روی چی؟ یه چیز امنی پیدا کنیم روش کلیک کنی، همش ناامنه. چی؟ اگه امن میخوایی باشی روی سپیده شوزه. آره یه جه امنی، بریتیش پرایم بوریس جانسون امنه، نه خودمونه. خب من الان میزنم رو بوریس جانسون، این میره برای من یه صفحه باز میکنه. خب اگه جانش بیاد بالا انشالله باز کنه. خب صفحه اول سایت یادتون باشه. حالا دوباره برمیگردیم رو صفحه اول سایت. دوباره که برگردی رو صفحه اول سایت، این هی به تدریج وقتی که 10 دقیقه باش کار کنی میبینی که همه چی شد اخبار ترامپ و بوریس جانسون. خب چرا این کارو میکنه؟ این کار داره با چی اتفاق میفته؟ داره با او ابزار آنالیزش اتفاق میفته. کوکیات داره میگیره، از خودت داره میپرسه، میپرسه چی دوست داری، فلان چیز فلان چیز فلان چیز فلان چیز. از نظر فلسفه علم خیلی زایی است که شما دقیقا مثل همون داستان مواد فروش است، به آدم ها به چشم مصرف کننده نگاه کنی. این میگه ببین اگه دارم تبلیغ مجله سیاسی نشانت میدم خودت به هم گفتی یا آگاه باش. این کوکی کارش این. خب ما از کوکی برای چیز استفاده میکنیم؟ یوزر پسش و این داستان. خیلی آخه شما گفتین اون هدری که نشون بده فقط تایم و یه چیز بود، یه متن بود. خب آها ببین الان چیا بود؟ ایف یه دانه کوکی که نمیفرسته که. الان ببین کوکی ها شد 76 تا، دو تا کوکی هم اضافه شد، یعنی هرچی که کار میکنی این به جاهای مختلفی میره کار میکنه. حالا من نمیدونم این سایت ها چی هن، ولی بعضیشان سایت های دقیقا سایت های آنالیز رفتارشناسی انسان هاست. خب نگاه کن یه سری چیزای این شکلیه، دیتاش برای خودش مفهوم داره، محتواش میشه خوان دیگه. ببین بعضی چیزاش برای خودش واقعا مفهوم داره، رو کامپیوتر ما داره پردازش میشه یا سروره داره میگه اینا رو ذخیره کن، داره ما رو ردیابی میکنه دیگه. مثلا من میدونم فردا اگه یه نفر اومد بهم گفت سلام گل روز، میدونم کی بود، ایشام یا کسی بود که با یه ارتباط داره. چی؟ یکی از بچه ها که اول اسمش مصطفی است، رفتیم با هم الکامپ، حالا بچه هاش ها بشنسنش، رفتیم با هم الکامپ، اسمش یه چیز دیگه بود، به هر کی که میرسید میگفت شمارش میخواستن که رزومه استخدامش کنه. یعنی میرفت تو هر شرکتی که میرفت دو دقیقه با یارو حرف میزد، یارو میگه شما قصد همکاری نداری؟ میگه چرا، شماره رو بنویس. شمارش طرف مینوش میگه صالحی هستم. در آمدیم گفتم آقای مصطفی فلانی تو چرا برمیگردی میگی صالحی هستم؟ گفت آخه اگه فردا زنگ بزنه بگه الو آقای صالحی، میفهمم که کجا زنگ زده، الکام زنگ زده. هر جا که میرفت یه اسم فامیلی میداد که وقتی صداش میکنن به او اسم فامیل صداش کنه، این بفهمه کجا داره آب میخوره. اینم دقیقا داستان کوکی ها و ترک شدن ها و اینا همینه. خیلی خوب، پس ما این شکلی کوکی ست میکنیم سمت سرور، تابه من هم ست کوکیه. خانم افشار زعفران خوردی؟ یه جا بشین. نمیدونم شاید بکنه، یعنی یه دانه کلیک میکنی. آره آره، و حالا بعضی سایت ها اجازه میدن اکسپت نکنی، کوکی برات نمیفرست. اینش هم بعضی از سایت ها دیگه خیلی شعور دارن، مثلا یه تیکی اضافه شده جدیدن که نخواندم و قبول دارم. دیدی یه تیکی هست که خواندم و قبول دارم میزنی، نکس نکس میزنی، یکی هست نخواندم و قبول دارم. خواندم و قبول ندارم نه. آره نخواندم و قبول دارم، چون مجبوری قبول داشته باشید، آمدی تو باید قوانین پیدا کنی. وقتی هم که داریم پس میدیم، یعنی بروزر وقتی داره ریکوست میده، این ریکوسته، این ریسپانسه. چجوری میفهمیم ریکوست و ریسپانس فرقش چیه؟ از خط اولش
این بالاش داره میگه HTTP فلان، سرور داره ریسپانس میده، این پایینی مایم داریم گت میزنیم، در جواب کوکی رو میفرستیم. بچه ها یک باگ امنیتی بسیار گردن کلفت هست، همین که ایشان گفت، به اسم سشن هایجک یا کوکی هایجک، اسم با کلاسی داره. کارش چیه؟ کارش اینه که این توکنه رو من میام توکن از رو کامپیوتر شما میدوزدم، خوب شد، میذارم اینجا، میگم شما، میرم تو. اینم یه راهش، همونی که گوگل انجام میده. برو ببین چه کار میکنه، 100 تا برات کوکی میفرسته، 200 جور احراز هویتت میکنه، وقتی لاگینی یه دفعه میندازه بیرون میگه گوشیت باز کن بفهمم خودتی. دیدی چه قضیت میکنه تا بذاری لاگین بمانی؟ همه اون کارا عملا شدنی نیست. ما تو قرآنش داشتیم، اگه چیز نیاد پایین، حضرت سلیمان یه مدت داشت به ملت حکومت میکرد، یه جنی داشت به جای حضرت سلیمان حکومت میکرد، انگشتر حضرت سلیمان انداخت دستش داشت به ملت حکومت میکرد، بعد داشت آبرو میبرد، یعنی انقدر داشت گن میزد تو مدیریت داشت آبرو میبرد که به اذن خدا موریانه رفت اثار خورد که ملت ببینن که این کسی که داره حکومت میکنه بهشان حضرت سلیمان نیست. اینجوری وایساده لب پنجره داشت نظارت میکرد، همه میگفتن خود دستور خودشه دیگه. اصلا یه باگیه که از او ازل بوده تا ابد هم هست. شما ممکنه خودت به جای یه نفر دیگه جا بزنی و حالا که چجوری میخوای مشکل حلش کنی نمیدونم، جوابش من نمیدونم، اگه پیدا کردی به منم بگی. اون سشن آیدی آپاچی میندازه. آره، شما خودت برنامه سوکت بنویسی، کوکی‌ها دست خودته. یکی از راهایی هم که بفهمیم که طرف آپاچی داره استفاده میکنه همینه، چون شما میتوانیم بیاین یه حرکت ایزایی بزنی، IIS رو به جای مثلا آپاچی اسمشو بذاری IIS، به مردم فکر کنن IIS پشت قضیه است. از این کارا میشه بکنی. یه راهش اینه که او سشن آیدی رو داشته باشی. یک کار دیگه هم میکنیم، دیدیم وقتی مثلا میام اینجا همین تو کوکو اپ، مسیجی که موفق باشه روی یه صفحه دیگه میرم، آدرس نگاه کنی، اینتر میکنم میاد روی یه صفحه دیگه. تغییر دادن صفحه ها رو با لوکیشن انجام میدیم. اینا رو میتونیم تو کد سرچ کنیم. HTAccess و HTTPDConf بماند، این هم بماند، اینا بماند. یه ذره بریم رو خود کده، یه نگاهی به کده بندازیم ببینیم کجاش نامفهومه برای تا بریم روی ادامه بحث. یه ذره فعالیت کنید رو کده کامپیوتر خودتان، پول کنید، کده دارید شما. برداشت صبحش، جمعه صبح بود، شیش صبح لرزش احساس نکردی؟ اون روزی که من پیغام دادم تو گروه لرزش احساس نکردی؟ رأس ساعت شیش احساس نکردی؟ رأس ساعت شیش کی میداره؟ سال بهتری بود. بودی روزی که گیت کنار میزنی؟ Thank you.
خب سوال چی دارین هستید؟ از خود کد چه سوالی هست؟ مشکلی توش نمیبینیم تو استرادیو که گشتین. آها یه چیز بگم، من فایل های اسلاید ها رو علاوه بر این که توی فروم میذارم اینجا هم میذارم. بچه این اینجا رو نگاه کنی، keybase.pop/طیبی. خب فایل هایی که من شیر میکنم تو کیبیس، تو فایل هامه، اصولا برای هر کسی قابل دسترسه. اینجا اسلاید ها و داستان ها رو میذارم توی خود کیبیس. اگه بیاین روی اینجا که میزدیم روی پروفایل هم بزنین نوشته فایل ها و داستان ها، اونجا به فایل ها دسترسی دارین. اسلایدار منظورم اینه که اسلایدار بردارید الان از تو اسلایدار نگاه کنید ببینید تو کده چه چیز جالب توجه میبینید، تو کد چه چیزی براتون نامفهومه. این میکرو که ساخته شده چقدر اندازه میکرو؟ آره چقدر؟ همینه؟ خیلی کوچیکه، در حد نانو بوده. خب ولی چه کار میتونه بکنه؟ در حد مثلا چهار تا گیت کاری که اون میکرو میتونه بکنه، در حد دوتا اندور رو. این حرف تو نگو کنیم چقدر پردازش اندامون مردش کنه. آها گویدی رو داشت بزه اصلا چه میکنی تو بیزار بعد آمونی تو بیزار به هم بکنی
چرا سلیک زدن فایدهش نداره؟ سلیک زدن فایدهش نشون میده که نمیتونه تو یه دانست ممکنه بکنه سلیک رو خواهد بنویسی که رو سلیک کنه سلیک رو استار کنه منتو توی یه دانست رو سلیک رو بسنه میشه وای رو نزشتم نه بگم وای در میری فقط میزن که اینا میشکنیم تو بار نداشتن دارم میتونیم بهینش کنیم الان توش کنیم تکرار شدیم عجب ترایی به این ساعت پیش داشتیم میشه میخواست کنیم الان خوبه بخش چرا توی پوش دفصه دفصش نشه آرم که میدونی این چی؟ آرم آرم ایدیو دات نت لاراول آفر لاراول قبلن کار کردیم یا؟ دیروز کار کردیم کسی که مطلع آزاده می و بنده رو به دنیا انجام میدن آرم سوال بگیم آرم به جایی که تو بیه اسکیل بزنی اینوش تابع باش کار میکنه خودش میگه میکنه که شده اسکیل اینه باید بود کچون مردم دارد نباشه کچون مردم دارید نگاه کنم آها حالا این کود کپی پیس میکنی داخل اسکریپت رو بگیریم بچه چه شکلی دیتا بیس میسازیم؟ دیتا بیس برنامه رو چه شکلی میاریم بالا؟ دو حالت داری ها قبلش اسکریپتش رو میسازیم بعد ازش استفاده میکنیم یه چیزی مثل اسکریپت یا با کود مینویسیمش کود فرست مایکروسافتی داری حرف میزه؟ نگاه کنین اینجا رو بچه الان شما این برنامه رو کلون کنی ران نمیشه چون دیتابیس نداره خوبه؟ دیتابیس رو چجوری میسازیم؟ الان من میام این دیتابیس رو دراپ کنم که پاک شه دراپ دیتابیس کوکو گو میزنم خب الان این پاک شد میاییم توی پوشه داکس
نه 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 الان تمام میشه. مشخص نیست حدودش کجا دارم کار انجام میدم. هیچی مطلقا. بابا دست برده اینقدر. نگاه کنین دیتابیس رو پاک کردم. مثلا الان وضعیت من مثل کامپیوترهای شماست. خب اینجا بیام الان رفرش کنم یه همچین اروری میبینم. با من باشین یه همچین اروری میبینم. برم رو صفحه لاگین هم ساین این کنم یه همچین اروری میبینم. خب اینجا نیو اسم دیتابیس میدم هر چی که دلم میخواد کرییت میزنم. میام تو اسکیلش کد اسکیلی که بهم دادن رو اینجا پیست میکنم گو. حالا رفرش تمام شد. خوبه؟ اوکی دیتابیس ساختم. اول یه نیو دیتابیس زدم بعد آمدم روی اسکیلش کد رو پیست کردم. اوکی پنسله فایل پنسله وایر فریم وایر فریم پروژه است. وایر فریم هست که روز زدیم. خیلی خوب کد پروژه رو برای جلسه های بعد همه یه دور بخوانید. آره بسیار. چند مدل اتنتیکیشن داریم تو وب؟ برم دوباره روشن کنم. آها یوزر پسیوی اپلیکیشن هست رو سیستم هم دیگه رو که یک دوسته یوزر پسیو اسپیسیالی هم هست. شما اسپیسیالی هست پسیویش چیز دیگه هست اصلا نداره. چون نداره باید تو کد تعدیلش کنی. چهار تا ستون سنگی و اینا درست کردن گذاشتن تو حیات کلاس طبیعت. ما اینجا گاو داریم تو حیات. اینا رو فکر میکنن خیلی تو طبیعت دارن زندگی میکنن. اینجا گاو واسه شب داری میری یه دفعه میبینید یه تیج در چرخی خوردید گاوه بچه هایه. واقعا بعضی چیزا شوافه. ما اصلش ما داریم. خب بچه یه مدل اتنتیکیشن هست خیلی باحاله. نگاه دیدین چند نفر زدن 192 168 11 چند نفر؟ همه. دیدین چه شکلی لاگین میکنه؟ صفحه لاگین میاد بالا؟ نه چه شکلی لاگین میکنه؟ یه پیغامی میاد بعد تو هر مرورگری هم یه شکلیه. درست؟ این شکلیه. این شکلیه دیدینش؟ یه همچین صفحه لاگینی میاد پایین بعد کنسل کنی هم یه همچین اروری میده. فهم میکنیم درست کردنش چقدر کار سختیه. پارانورمال اکتیویتیه دیدین؟
ببین این خیلی بهش میگن بیسیک اتنتیکیشن. یه مدل اتنتیکیشنه که اصولا شما خیلی 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 شیرینه. نگاه الان هیچ کوکی اینجا نیست. پاک. اوکی. الان هیچ کوکی نیست. هیچ کوکی در کار نیست. رفرش میکنم. ساین این میزنم. خوب شد. دیدین اینجا رو بچه ها. اینو ندیدین ها. بازم هیچ کوکی در کار نیست. الان قاعدتا اگه رفرش کنم باید چه اتفاقی بیفته؟ باید لاگ اوت شده باشه. همه قبول دارین؟ رفرش میکنم هنوزم اوکیه. باحاله. چرا؟ دقیقا همون موقعی که آدم فکر میکنه فهمیده، همون لحظه‌ای که نفهمیده. خب مثل نوستراداموس. میدونین چیه بچه ها؟ میگن بیسیک اتنتیکیشن. بیسیک اتنتیکیشن یه مدل دیگه از اتنتیکیشن است که یه جای دیگه مرورگر ذخیره میشه. دقیقا اونجا این که ذخیره میشه اسمش یوزرنیم پسورده. اینم کدشه، علال حساب گذاشتم توی پروژه که ببینید. این کدشه. میاد میگی که یه هدر میفرستی برای مرورگر، میگی لطفاً برای من بیسیک شروع کن، یه بیسیک اتنتیکیشن انجام بده. مرورگر دید طبق کرم خودش و سلیقه خودش یه یوزر پس درست میکنه. چه باحاله. ببین همون فرم بیای تو فایرفاکس بازش کنی این شکلیه. خوبه. مرورگر دیگه چی داریم الان بخوایم چی کنیم چک کنیم؟ مرورگر دیگه هیچی نداریم. خب حالا فایدهش چیه بچه ها؟ ما میخوایم اپ موبایل بنویسیم دیگه. اپ موبایل نوشتن ما نمیتونیم اول طرفه بفرستیم رو صفحه لاگین بگیم برو لاگین کن بعد بیا یوزر پس بده، یه ذره تو ذوق میزن. باید یه مدل دیگه لاگین کنیم. مدل دیگه که لاگین میکنیم اسمشو میذاریم بیسیک اتنتیکیشن. خوبه؟ بیسیک اتنتیکیشن تو هدری شکلی یه پستمن باز میکنیم قربت الالا باز بشه ببینیم چجور میشه. این پستمنه. پستمنه که همه آشناییم. میایم روی پستمن آدرس میذاریم. خب یوزر پسورد کجاش بدیم؟ نه تو بادی هم نیست. بچه چیز هدریه، تو هدر داره منتقل میشه. خب بیاین تو تب اتوریزیشن بذارینش رو بیسیک اتنتیکیشن. خب کسایی که دارن ای پی آی می نویسن با این صفحه خیلی باید دوست باشن. شماها اگه دارین ای پی آی می نویسین تو یو آر ال دارین احراز هویت میکنین مطلقا گن زدین. خب من خودم هم یه فریم ورک نوشتم تو یو آر ال داره احراز هویت میکنه و یه دلایل خودم دارم. منتها درست و اصولیش چیه؟ درست اصولیش اینه که دارید میبینید باید از این طریق اتنتیکیشن انجام بشه. در نتیجه اگه همیشه خواستیم پسورد یکی بدوزیم تو بادی دنبالش نگردیم. اینم هست. ببین جاش تعبیه شده که شما میخوای احراز هویت کنی تو هدر بفرست ما اوکیش میکنم. یه توکن داره که شما میتونی یه جمله بفرستی، یه حالت داره که میتونی یه جمله بنویسی چیزی که اینجا یه حدودی ازش معلومه، یه حالت دیگرش هست بیسیک اتنتیکیشنه که شما اینجا اگه سند کنی ریکوستت نگاه کن بیسیک اتنتیکیشن تست سندش کنی هلو بهت میده. تو اپ وقتی داری میفرستی تو هدرش میذاری بیسیک اتنتیکیشن بعد میفرست تو هدر ریکوستی که داری تو اپت میدی. خب خودش تنظیم میکنه، خودش تنظیم میکنه همه کارا رو انجام میده. آها جلسه آخر یه چیز دیگه میخوام براتون دمو کنم با استفاده از زبان گو. کل کارهایی که داریم در طی این همه جلسات انجام میدیم، کل اپی که الان با این مصیبت آوردیم بالا و 2 ساعت طول کشیده تا همین جاش رسیده تو یه روب میاریمش بالا. خب و فوق العاده است. یعنی تجربه ای که تا الان ندیدین یه چیز
دیتابیس رو طراحی میکنی، اپ میده بیرون، دبل کلیک میکنی اجرا میشه، سرورش و مرورش و همه، زیرو کانفیگ، هیچ کانفیگ، هیچی، مطلق مثل بنز برات کار میکنه. دیگه فقط یه دیتابیس نصب میکنی، دبل کلیک میکنی رو برنامه، نه آپاچی کانفیگ کن، نه فقط یه خرجش بالاست، بعد وی پی اس براش بگیری. خیلی خوب، خیلی هم سرعتش بالاتر از کاری که تا الان داری میکنی. برای کار بزرگ توصیه میشه؟ نمیشه. میشه به شدت. باینریه، صفر و یک، کدت که داره رو سرور کار میکنه صفر و یک. یک حرکت ریزی ما اینجا زدیم، حرکت خیلی ریزه. شما اگه اینجا بیای یه آدرسی بدی که نیست، دب 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 دب. کار نمیکنه. یه فایلی هست htaccess، تو اکثر سرورها هست، آدرس ها url friend، user friendly میشن. مثلا آدرس ها دیگه تهش .php نمیبینی، همون حرفی که روز اول زدیم که چه شکلی آدرس های خوشگل درست کنیم، با یه فایلی درست میشه به اسم htaccess. اگر جایی رو سروری دیدین تعجب نکنین. بعد چرا اولش نقطه داره .htaccess؟ چرا؟ بگید چی؟ نه، تو لینوکس فایلی که اولش نقطه باشه هاید میشه. گرفتین؟ ببین میای الان مثلا اینجا توی HTML توی کوکو اپ اینجاست، نگاه، الان شما خیلی از فایل‌ها رو اینجا نمی‌بینی. وقتی .h بزنی الان .git نشانت میده، .htaccess هم نشان میده. فولدرهایی که فایل ها و فولدرهایی که توی لینوکس نقطه اولش داشته باشه هاید میشه، برای که دستت نخوره پاکش کنی. فایل کانفیگ معمولا یه نقطه اولش میذارن، مثل همین گیت، اینا رو یه نقطه اولش میذارن که یه دفعه دستت نخوره پاک کنی بره. بعد مشکلی که ایجاد میشه چیه؟ مشکلی که ایجاد میشه اینه که برمیداری فایل رو آپلود میکنی رو سرور، میبینی آدرس ها ریخته به هم، انقدر ارور در اومده. چرا؟ چون htaccess رو آپلود نکرد. خوبه؟ این htaccess بچه ها یه کانفیگی داره آپاچی. اونایی که با آپاچی به مشکل خوردن خدا رو شکر اینه دیدن این فایل رو، بهش میگن httpd.conf. همون توی سیستم های شما که ویندوز این apache.conf اسمش، که میریم داخلش کانفیگا رو عوض میکنیم. اونایی که با آپاچی به مشکل خوردن اینه دیدن، در نتیجه بقیه باهوشترن الان. یه همچین فایلیه، دقت کرده باشین این جمله هاش خیلی آشناست. میگه مثلا روت فایل های من کجا قرار میگیره توی وب سروره، این مثلا درایو سی دبلیو روت، درسته؟ اینجا داره آدرس میده. این فایل httpd.conf یا apache.conf یا هر چی که اسمش میذاریم، این ممکنه من یه سایتی داشته باشم دلم بخواد یه مدل دیگه قانون از یه قانونهای دیگری پیروی کنه، در نتیجه اینجا میان یه جمله اضافه میکنن به اسم allow override. توی سرورها معمولا دیدینش. بذارین روی همه سیستم خودم بیارمش بالا. cd cat etc http نه کجاست؟ آپاچی دو، cd etc آپاچی دو، آپاچی دو دات کانف اون فایلشه، کت آپاچی دو دات کانف. اینجا چی میبینیم؟ اینه، نگاه کن این فایل، فایل چیز httpd.conf، این فایله یه allow override داره، allow override all. خب اینا رو موقعی که میرین تو سرور رو کار میکنی ممکنه با چنین چیزی 6 ماه دیگه برخورد کنی، خب ولی آمادگی ذهنی داشته باشین وقتی هم که دارین فایل اسلایدر رو مرور میکنین تو ذهن داشته باشین اگر زمانی فایل htaccess کار نکرد یا آدرس ها ریخ به هم یا هر اتفاقی ارورا درست هندل نشد، مشکل از یه allow override هست. یا اگر آپاچی نصب کردی دلت میخواد فولدرش عوض کنی، از تو درایو سی درش بیاری بذاری تو درایو دی، چجوری باید انجامش بدی؟ اینجوری.
خب الان این مدل یه مدل خیلی خیلی بازی است، یه مدل بسیار باز برای این که شما اجازه داشته باشی تو HD Access هر کاری دلت میخواد بکنی. خب من میتونم بیام تو HD Access بنویسم اگر صفم ارور 404 داد بفرستش فلان جا. دیدین مثلا شما رو سایت کجاست میگه یکی پاش رفته روسی آپاراته، آپارات وقتی یه ارور چی میده آپارات.com یه همچین چیزیه، صفحه پیدا نشد. خب چه شکلی اینه میفرسته رو فلان صفحه؟ با فایل HD Access داره میفرسته. بعد همین سایت اگه ارور 500 بده میگه یکی پاش رفته رو سیم، خیلی ارورش جالبه. بعد هر جا الان شما بزن پونیشا دات آی آر بیا یه آدرس چرت و پرتی بزن میفرستت اینجا. خب اینو کی داره انجام میده؟ HD Access. خوبه؟ ها یه چیزی بهتون میگم، چند نفر تجربه داشتن هیپنوتیزم بشن؟ چی؟ از اینا که جو ساعت میندازن با شماره 3 من به خواب میری با شماره چه؟ کسی تجربهش نداشته؟ معلم های قدیمی خدا رحمت کنه آقا گیوهیه، کیا میشناختنش؟ یه عادتی داشتن اینا سر کلاس که میامد مثلا میدید دارن ملت میفتن تو لوپ رو. الان شما بعضیتون رو اتوپایلوتین، خب یعنی دارین اوتوماتیک گوش میدین اوتوماتیک ریاکشن نشون میدین، این یه دفعه جوری دست میزد محکم برق از کله آدم میپرید. خب حالا دلیل داره اکثر هیپنوتیزم کارا، دیدین وقتی میخوان هیپنوتیزم کنن یکی میگن با صدای بشکن من بیدار میشی با صدای فلان، این هر صدای بلندی همین کارو میکنه، هر صدای بلندی. مثلا شما وقتی سوار ماشین میشین میزنین تو جاده ممکنه 3 ساعت از اینجا تا تهران داری میری، کلش هم پنجره بیرون نگاه کرده بودی ولی فقط یکی دو جایی از تصویر یادته، اونجایی که مثلا یارو آمده گفته تخمه مثلا فلان یکی اونجاشه، یکی مثلا اونجایی که پلیس آمده داشته اتوبوس میگشته سر و صدا ایجاد شده. خب ایناش یادتان میمونه، چرا؟ چون هیپنوتیزم میشین، جاده شما رو هیپنوتیزم میکنه، دائما داری به یه لوپی نگاه. حالا اون لوپه میخواد جاده باشه، میخواد یه ساعت باشه که بره بیاد، میخواد تایبی باشه که اینجا داره کد میزنه، شما هیپنوتیزم میشین. خب سعی کنین یه حرکتی جنبشی یه کاری بکنین که هیپنوتیزم نشین. من گهگاهی اگه سر صدای تولید میکنم در اینه که به خواب چیز نری. بعد جالبه اگه این روند ادامه پیدا کنه، درست ادامه پیدا کنه، مثلا میتونیم بگیم که هر کاری که بگیم میتونیم بگیم شما انجام بدیم و تو یادتون هم نمونه. خیلی چیز ترسناکیه نه؟ شدنیه دیگه، میشه حافظه رو پاکه. این دفعه اگه فیلم نگاه کردین این یه دفعه به ساعت نگاه کردین این 2 ساعت گذشته مد نماشین طبیعی وسط یه کارای کرده. خب بگذاریم این حالت اوورراید کردن ما تو HD Access. فایل پایینی فایل HD Access، فایل بالایی HD Access، فایل پایینی HTTP Conf. ما میتونیم اوورراید انجام بدیم مثل کاری که تو CSS میکنیم. هرچی چی رو؟ احتمالا جز اون مدتی بوده که هیپنوتیزم شده بودی. الاوورراید دیگه، الاوورراید وقتی بذاری رو آل HD Access کار میکنه. آره خیلی خوب، بریم یه ذره کد تر تمیز کنیم. یه چیزی از بالا جا ماند، بیسیک بود که گفتیمش، بریم یه ذره کد رو تر تمیز کنیم. تو اسلایدها یادم رفته بنویسنش چون تو صفحه دوم نوتام بوده، صفحه دوم نوتام ندیدم. الان یه سوال خیلی خیلی تکنیکی، ما دیتابیس من عوض شده درست؟ مثلا دیتابیس اندرو سیستم شما میخواییم یوزر پس عوض کنیم محض رضای خدا کار کنه برنامه. خب چند تا یوزر پس باید عوض کنیم الان؟ دقیقا رو همین سلوشن
چند تا کسی میتونه بشموره؟ چجور میشمونین؟ رو کامپیوتراتون چک کنیم چند تا یوزر پس باید عوض کنیم؟ چک کنیم؟ الان این کد رو کامپیوتر شما هم هست دیگه، میخوای یوزر پس دیتابیس عوض کنی که رو کامپیوتر شما هم کار کنه. چند تا یوزر پس باید عوض کنیم؟ خب فایل صفحه ایندکس چی؟ فایل صفحه ایندکس هم باید عوض کنین. نگاه کنین بچه ها تو رو خدا، هر فایلیه چی؟ هر فایلی یه بار داره چک میکنه. چی؟ به تعداد فایل رو باید عوض کنیم. میخواین یه بریک بدیم؟ باشین یه را بریم.